درودی به روشنای دوشنبه شبهای میهن ایران زمین در شبهای سرد آذرین بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه هم میهنان همار همراه ایران فردا در مام میهن برنامه های خبری تحلیلی امشب دوشنبه 23 آذر ماه را میگشاییم با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک که کاوش و خانشی خواهد داشت بر روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا البته با مروری کوتاه بر چند خبر برگزیده به روال معمول همه شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل همه مطالب و موضوعات منتخب و برگزیده امشب دوشنبه 23 آذر ماه برابر با 14 همه ماه دسامبر 2015 میلادی باستاب تازه ترین اظهار موضع انتخاباتی هاشمی سنجانی یعنی حول انتخابات خبرگان رهبری خاص سخن از جایگزینی علی خامنه ای واکنش ها به اعلام حضور سید حسن خمینی برای انتخابات خبرگان رهبری و نیز تازه ترین منازعات قضایی میان دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات حامی خاتمی و همینطور از سوی دیگر با محسنی اژه‌ای از سوی دیگر اظهارات محسنی اژه‌ای از جمله تلاش برای تطهیر بابک زنجانی با ذکر نکات نیکویی از این متهم مافیای نفتی و در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تشدید تنشهای دیپلماتیک میان ترکیه و روسیه با شلیک اخطار روس‌ها به کشتی ماهیگیری ترک‌ها و بالاخره نتیجه دور دوم انتخابات محلی فرانسه با شکست گروه موسوم به راست افراطی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 23 آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما خواهد رسید تا مروری مشروح بر چند خبر کوتاه و برگزیده با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت درودی دوباره همینک و در بخش آغازین با چند خبر کوتاه برنامه را میگوشیم و پی میگیریم هاشمی رفسنجانی خطهای جدید خبرگانی تعیین کرد تا جایی که سخن از انتخاب جایگزین خامنه ای بر زبان آورد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام جمهوری اسلامی گفت که همینک گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت پیش آمده حادثه تعیین شده است. رفسنجانی در این گفتگو که دیروز یک شنبه از سوی خبرگزاری کار ایران منتشر شد و تمامی روزنامه ها به انتشار آن پرداختند، با اشاره به وظایف مجلس خبرگان اشاره کرد که هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده ای انجام دهند. ایشان افزود البته دارند آماده می شوند و مطالعه می کنند و گروهی را گذاشتن که دارند افراد را بررسی می کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعدا حوادثی پیش آمد بتوانند برای رأیگیری مطرح کنند کار خبرگان عمدتا هم نیز همین است همانگونه که مستحضرید مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت تعیین رهبر آینده را بر عهده دارد هفتم اسفند ماه سال جاری انتخابات پنجمین دوره خود را نیز در ایران برگزار می کنند. و اما در این میان تمامی روزنامه های امروز به طور یک پارچه ای به این موضوع پرداخته بودند البته روزنامه ها به تناسب سویه های سیاسی و سیاست های حاکم در روزنامه با خانش های خاص خود به این خبر اشاره کردند و پرداختند مثلا روزنامه های نزدیک به دولت روحانی و جمعی از مردان هاشمی با مشی ستایشی آراسته شدند و روزنامه های تندرو حتی ورود و دورخیز جناح اصلاح طلبان از جمله حسن خمینی و هاشمی را مجرمان فتنه خواندند نمونه هایی از این روزنامه ها را با هم دیگر مرور می کنیم و ورق میزنیم زنیم آفتاب از تمام نیم را با درج تصاویری از نامزدهای های خبرگان آراست که حسن خمینی را هم دوشه هاشمی رفسنجانی نشان می دهد و روحانی را در سوی دیگر نشان داد و از ورود اعتدال گرایان خبر داده بود یا روزنامه اسرار تیتری پرمعنا از کلام هاشمی بر به گونه که تیر نقد را متوجه خامنه ای می کند همون گونه که می بینید اسرار به نقد از رفسنجانی هشدار داد که مردم در انتخابات کار را تمام می کنند ابتکار اما با ادبیاتی روایتی آراسته شد و در واقع روایت آیت الله از تشکیل شورای تعیین رهبری در مجلس خبرگان را تیتر یک برگزید روزماهای های رو و دولتی همچون ایران و یا اطلاعات خیلی روی این موضوع متمرکز نشدند که احتمالا خود رو در, قا... در تقابل با علی خامنه این نشان ندهند و بالاخره برخی از روزنامه های بسیار تندرو منتصب به نهاد رهبری و یا حلقه های تندروهایی چون فرقه مسباحه تازه ترین اظهارات هاشمی رفسنجانی را با نوعی شک، حیرت و شوک و تخریبی تیتر برگزیدند از جمله کیهان به نقل از هاشمی مدعی شد که هاشمی مخالفانش را کلاخ خواند و یا وطن امروز با درج تصویری از رفسنجانی که سیمایی دفرم شده را از این فقیه نشان میداد از استارت انتخاباتی رفسنجانی همراه با توهین خبر داد و نوشت که مخالفین من کلاقند در حالی که هاشمی نگفته بود مخالفین من کلاغند صرفا اشاره داشت که تون که هیاهوی زیادی راه میاندازند به آنها رو به کلاق در واقع ب... مانند کرده بود که در این مسیر روزنامه روزان نزدیک به تیفی از تحولخواهان ایرانی تعبیر درست اظهارات رفسنجانی رو اینگونه تیت زد فشار تون مثل سر و صدای کلاق هاست کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید ادامه میدهیم با سایر روزنامه های برگزیده امشب در چند روز گذشته سید محمود دعایی و محمد خاتمی در واقع و دوستی های دیرین این دو مرد و انتشار اخبار و عکس خاتمی در روزنامه اطلاعات روزنامه اطلاعاتی که مدیرش آقای دعایی هست و بالاخره ورود فقیهانه و تنخویانه محسنی اجعی به ماجرا بر صدر بسیاری از رسانه ها جای داشت محسنی اجعی در حالی که در اقدام عجیب به دفاع از بابک زنجانی برخواست کماکان به محمد خاتمی میتاخت و میشورد از جمله روزنامه شرق به نقل سخنگوی قوه درباره رئیس دولت اصلاحات خبر داد که کماکان ممنوع و تصویریاش پابرجاست و یا روزنامه حمایت تحت امر نهاد قضایی ایران به نقل از محسنی اژهای با روی کرد انتخاباتی گویی یا حتی به هاشمی نیز اشارتی نیشاکند اما مستطر داشت همون گونه که میبینی تهدید کرد دستگاه قضایی بدون اغماز با متخلفان انتخاباتی برخورد می کند و یا روزنامه جوان و بسته به ارگان سپاه پاسداران به نقل از اجهی گزارش داد که ملاحظه مجرمان انتخاباتی را نمی کنیم که به کارگیری این گونه تیترهای تهاجمی و انتخاباتی تنها یک روز پس از اعلام نامزدی حسن خمینی و حاشمی رفسنجانی حکایت از خشم غیرقابل مهار محافل راست افراطی منتصب نهاد رهبری ایران دارد برنامه رو ادامه میدهیم با سایر مطالب برگزیده در حوزه های مختلف از جمله حوزه منطقه و روزنامه های امروز به دیپلماسی منطقی توجه بسیاری داشتند ترکیه، روسیه، سوریه کماکان بر خط خبرها و تفسیرها اند و جای دارند در تازه ترین تنش ها و بین این دو کشور یعنی ترکیه و روسیه وزارت دفاع روسیه گفت که یکی از ناوهای این کشور برای جلوگیری از برخورد با یک قایق ماهیگیری ترک در دریای اژه تیر اختار شلی کرده است در پی این حادثه وزارت خارجه روسیه وابسته نظامی ترک ها در مسکو رو نیز احضار کرد این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی به دیدار رجب طیب اردوغان رفت تا با میانجیگری از شدت تنش های روس ها و ترک ها بکاهد روزنامه های امروز نیز به این موضوع بسیار پرداخته بودند از جمله در حالی که روزنامه اسرار از دیدار سرد مقامات تهران و آنکارا اشاره کرده بود در تیت جای داده بود از گلایه های اردوغان از بدگویی های نوشتاری در روزنامه های تهران نیز خبر داده بود در این میان روزنامه شرق تحلیل اصلی صفحه یک شماره امروز رو با عنوان ماجراجویی خطرناک ترکیه به قلم یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران اختصاص داد که به تنش‌های های پیش آمده اخیر میان ترکیه و عراق و شکایت عراق از مداخلات ترک ها در شمال این کشور اشارات حقوقی داشت عمدتا مولایی با انتقاد از نقش دوگانه نهادهای بینالمللی در تعقیب مسائل صلح و امنیت جهانی معتقد بود که ترکیه به عنوان یکی از اعضای قدیمی و مؤثر ناتو مسئولیت سنگینی را در فروپاشی نظام امنیت دست جمعی و ارتقای جایگاه ناتو از یک پیمان نظامی به بازیگر اصلی و تعیین کننده نظام بینالملل به دوش میکشد ناتو با استفاده از ناکارآمدی و نظام امنیت دست جمعی از تمامی امکانات و منابع خود برای ایفای نقش ژاندارم جهانی بحر میبرد دولت ترکیه از زعم وی مغرور از دستوارد. های نظامی ناتو که بیش از هر زمان دیگری خود را متعهد به پاسداری از ارزشهای اقتصاد آزاد و لیبرالیزم سیاسی در دنیا میداند به خود حق میدهد که در جهت پیشبرد اهداف توسعه طلبانه حزب عدالت و توسعه وارد های خطرناکی در منطقه شود از منظر ستون نویس روزنامه شرق سیاست های جاه طلبانه حزب عدالت و توسعه که در توهم بازسازی عظمت امپراتوری عثمانی به سر میبرد موجب شده که این کشور در تحولات منطقه نقش غیر سازنده ای ایفا کند در همین راستا در همین زمینه و مضمون البته خبری جدای از این مطلب خبرهای کوتاه منطقه ای رو از بحران سوری روسی ترکی به ریاضو هجاز میبریم که گویا نشانه هایی از کاهش تنش ها میان دو کشور ایران و عربستان پدیدار شد تا جایی که پادشاهی عربستان سعودی سفیر تازه به تهران فرستاد همچنین معاون وزارت خارجه ایران ضمن تایید معرفی سفیر جدید عربستان به تهران گفت که با دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور سطحی از گفتگوها میان ایران و عربستان درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای نیز آغاز شده است حسن قشقاوی دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان خوب توصیف کرد ایشان همچنین با اشاره به دیدارهای سفیر ایران در ریاض با مقامهای سعودی ابراز خوشبینی کرد که این دیدارها زمینی را برای تعامل بیشتر فراهم کند همان که آگاهید عمده اختلافات این دو کشور همسایه و بزرگ منطقه حول مسائل منطقه است از جمله حول سوریه و یا یمن که در واقع اوج اختلاف دیدگاه این دو کشور به شمار می رود در این راستا روزنامه ای ابتکار از آغاز گفتگوهای دو جانبه میان عربستان سعودی و ایران خبرهایی تازه منتشر کرده بود همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با چکیده یادداشت‌ها و سرمقاله‌های های امروز روزنامه ها دو یادداشت از فراز و فرود جایگاه روشنفکری در ایران در روزنامه ها می خوندیم از جمله روزنامه جوان ارگان سپا که گویا پس از اعلام حضور انتخاباتی طیفی از تحول و اصلاح طلبان ایرانی تا حدودی مسترب به نظر می رسد در یادداشتی به عنوان آسیب هویتی جوانان اصلاح طلب به قلم شخص سردبیر این روزنامه ای تون رو معتقد بود که جوانان اصلاح طلب مانند آنان که آخرین بار در مراسم روز دانشجوی امسال حاضر بودند گفتمانی مغایر با انقلاب اسلامی دارند البته دیریست که این حادثه پیش آمد از منظر مدیر مسئول این روزنامه نظامیان، عناصر گفتمان دینی در این جوانان کمرنگ است و انقلاب اسلامی رو امری سپری شده و تاریخی میدانند و تصویری که از امام دارند بسان فردی محترم اما سپری شده است. به نظر مدیر روزنامه سپاه پاسداران گرایشات روشنفکری و رفت و برگشت روشنفکران اصلاح طلب بین قدرت و روشنفکری این جوانان را به اپوزیسیون غیر مسلح نظام تبدیل نموده است و هیچ مسلحتی را برای نظام نمیپذیرند که اشاراتی به درستی واقعا و مبتنی بر مصادیق مسرح است عدم مرزبندی درون و برون حاکمیتی اصلاح طلبان از دیگر عوامل در این آسیب شناسی است و در این راستا در سوی دیگر روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی به قلم احمد پرنجاتی سعی کرد تا نقش و جایگاه روشنفکران و روشنفکری رو بررسی کند که البته از منظر نویسنده روشنفکری ایران دچار نوعی افول و ناکارآمدی گرده. نویسنده روزنامه اعتماد در بخشی از یادداشت خود چنین اشاره داشت که جریان روشن فکری در ایران امروز چیزی شبیه یک پدیده میراث فرهنگی و با همه احترام و ارزش معنوی بسیار کم خاصیت و حتی بعضا بی خاصیت است فقط انگار به کار دلالت تاریخی می‌خورد یعنی رابطه روشن فکر با متن جامعه متاسفانه هرچه به روزگار کنونی نزدیکتر میشویم ضعیف و ضعیفتر شده است پرنجاتی در این نقد نگاشت معتقد بود که این روشنفکری نیست و چون این روشنفکری پلاستیکی هرگز نمیتواند نقشه گروه مرجع برای جامعه را ایفا کند کار روشنفکر نه اداره جامعه و نه رهبری مردم و نه کسب شهرت و محبوبیت و نه حتی تبدیل شدن به یک خرق پوش مدرن است که متاسفانه ما در پیشینه روشنفکری چون این آفات را شاهد بودیم یعنی محافل روشنفکری ما به زنوی به حلقه درویشی و مریدی و مرادی نیز تبدیل شده است ادامه میدهم با سایر مطالب روزنامه های امروز نقد به ایالات متحده آمریکا و قانون تازه تصریب این کشور علیه لزوم اخذ ویزا برای کسانی که به نحوی به ایران آماده شد کرده اند موجب خشم جمعی بیشتر روزنامه های امروز شده بود و به نحوی آمریکا ستیزی تازه در سرستون مقالات گسترده شده بود در رأس این روزنامه کیهان شریعت مداری بود که با عنوان پسران عوضی آمریکا یادداشتی منتشر کرد که به سیاست‌های های دوگانه ایالات متحده میتاخت که چگونه به با خلق خود در اقصا نقاط جهان بعد از مدتی به زدنشان مشغول میشوند و یا به هر روی آنها رو محو می‌کنند به تناسب منافع خودشون نویسنده روزنامه کیهان از جمله با قیاس کشورهای منطقه و قانون جدید کنگره نوشته که که با سالاری حقوق بشر و موضوعاتی از این دست به طور کامل بیگانه هستند اما از حمایت تام و تمام قد آمریکا برخوردارند که با ذکر نام کشور عربستان انتقاد کرد که آمریکا به طور مزهکی قانون محدودیت سفر بدون ویزا را با ادعای افزایش ذریب امنیت شهروندان خود تصویب می کند تا کسانی که طی پنج سال گذشته به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده اند نتوانند به راحتی وارد خاک آمریکا شوند. گذشته از سودان که به زعم نویسنده روزنامه کیهان امروزه به جیره خاره آل سعود و پادوی آمریکا تبدیل شده است پوزش میخوام از بکارگیری واژگان غیر رسانی این گونه که کیهان می باید پرسید تا کنون کدام تروریستی از ایران به آمریکا رفته است روزنامه کیهان در ادامه نوشت که حتی اگر روایت رسمی سیا را درباره 11 سپتامبر بپذیریم شایسته بود ایران در این لیست میگنجید یا عربستان در ماجرای تروریستی اخیر در سن برناردیو کالیفرنیا مهاجمان از ایران آمده بودند یا عربستان که گویا در آستانه بهبود روابط ایران و عربستان این میزان تهاجمی نوشتن علیه کشور همسایه در واقع نوعی جدال گستری و گلالود کردن پیشاهنگام به نظر میرسد که مخالفت داره با سیاست خارجی روحانی و در این مسیر آمریکا ستیزی و نقد به سیاست های سختگیرانه آمریکا روزنامه های کمپ اصلاح طلبان نیز نقدی به ادبیات کلامی دونالد ترامپ در واقع نامزد ریاست جمهوری آمریکا نوشتن و البته با واژگانی به ازم بسیار تند بر این نامزد رئیس جمهوری حزب جمهوری خواهان تاختند از جمله روزنامه شرق در یادداشتی به عنوان دنیای تاریک آقای دونالد ترامپ در بخشی از این یادداشت او را با ایدز اعتیاد ابولا قیاس میکرد نتیجه می گرفت که دونالد ترامپ سناتور جمهوری خواه که با تظاهر به حقوق بشر سنگ آن را به سینه می زند و به ظاهر طرفداران فراوانی هم دارد به حقوق ابتدایی مسلمانان جهان تجاوز می کند و حق مهاجرت یا مسافرت اطبای کشورهای اسلامی را بر حسب سلیقه خود با آمریکا ممنوع میکنه در حالی که خودش مهاجری بیش نیست که حقوق بومیان آمریکایی را زیر پا گذاشته است و به این ترتیب بنابر این روزنامه به اصطلاح مدنی شرق او موجودی فاشیست نجات پرست دیگر ستیز قدرت طرف و سلطگر از نگاه مردم جهان معرفی می شود که در واقع با تندترین واژگان به این نامزد ریاست جمهوری آمریکا تاخته بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید ضمن دعوت همیشگی از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب ایران فردا از جمله برنامه آن سوی خبر که با شرح تکمیلی آخرین خبرها و نظرها و گزارش ها از چهار گوشه جهان از سوی همکارانم در استودیو لندن با آگاهی شما خواهد رسید این جانب از محضر یکایی که شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی نو و شامگاهی دگروار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود